سلام بیننده های عزیز، شما را خوش آمد می گوییم به یکی از دیگر از برنامه های چینل نوای هزارستان. امیدوارم برنامه هایی را که ما برای شما می سازیم مورد پسند و علاقه شما عزیزان قرار بگیرد و برای حمایت از ما چینل نوای هزارستان را سابسکرایب، ویدیوها را لایک و با دوستانتان هم شیر کنید. امروز ما برای شما یک داستان جالب و شنیدنی درباره کابل قدیم آوردیم که این داستان ما درباره خلیفه بازو است. امیدوارم تا پایان این داستان با ما همراه باشید. ماجرای دردآور خلیفه بازو. خلیفه باز محمد مشهور به بازو شاگردان زیادی در پهلوانی داشت، اما گویا همیشه بخت با او یار نمی باشد، زیرا هیچ شاگردش در مسابقه پهلوانی برنده نمی شود. خود خلیفه بازو هم مثل شاگردانش هیچ بازی کشتی یا پهلوانی را برنده نشده و به گفته مردم بیش از 40 بازی پهلوانی را خویده است، یعنی مسابقه پهلوانی را باخته بود. اما جالب این بود که هیچگاه این باختهایش را به رخش نمی آورد و همیشه امید دارد تا شاگردانش برنده پهلوانی شود. خودش دیگر برای رفتن به ارکاره یعنی میدان پهلوانی پیر شده بود. شاگردانش رضای کل از کاه فروشی، حلیم بچه صوبدار از رکاخانه، غلام نقنقی از آهنگری، علی چوچه از مرادخانی، شریف بچه کلفز از تنورسازی، حنیف زاغ چون سیاه چورده بود از بارانه و شمار دیگر از گوشه و کنار شهر کهنه کابل بودند که از بخت بد تا حال یک کشتی را هم برنده نشده بودند. یک روز خلیفه بازوی صد دل را یک دل میکنه و تصمیم میگیره در آخر عمرش نام و نان برای خودش کمایی کند و یکی از شاگردانش یعنی رضای کل را با یکی از شاگردان خلیفه ساین که در آن روزگار استاد نامدار پهلوانی بود جوره میکند تا با همدیگر مسابقه بدهد. فردای آن روز جارچی پشت یک گاری که با پوپک های سرخ و زرد از چهار سویش آویزان شده بود نشست و بلنگو به دست گرفت و جار زد: اعلان اعلان. جمعه آینده شاگردان خلیفه بازو و خلیفه ساین ساعت چهار عصر در چمن حضوری با هم جوره می شوند و کشتی یعنی کشتی می گیرند. علاقمندان مطلع باشند. تصویر هر دو پهلوان جوان را که جمعه آینده به مسافه هم می رفتند در کناره های گاری آویزان کرده بودند و جارچی از این کوچه و آن کوچه می رفت و هی فریاد می زد. سرانجام زمان موعود فرا رسید. خلیفه بازو از یک هفته به این سو و رضای کل دستور داده بود که شیرو پراتب و چیزهای مقوی بخورد و از هر کاری که باعث تخلیل انرژی او می شود جدا پرهیز کند تا در هنگام پهلوانی احساس ضعف و سستی نکند. خلیفه بازو وقتی دست شاگردش یعنی رضای کل را گرفت و او را به میدان آورد و با شاگرد خلیفه ساین جوره کرد، تماشاچیان کف زدند. چند آدمی هم برای خلیفه بازو کنایه گفتند، اما خلیفه بازو این کنایه ها را ناشنیده گرفت. رضای کل هم دست خلیفه اش را بوسید و خلیفه بازو با دلهوره و خواندن چهار قل پشت به میدان کرد تا به جای اصلیش در کناره میدان برگردد. وقتی به آنجا رسید و رویش را دور داد، یگانه شاگردش را که روی او زیاد حساب می کردید و با تعجب پرسید: او بچه چی شد؟ مگم قشتی نگرفتی؟ رضای کل که سرخ شده بود با شرمندگی گفت: وله خلیفه، خویدم. آسمان پیش چشمان خلیفه بازو تیره و تار شد. سرش را با ناامیدی پایین انداخت و اشکش را با شف دستارش پاک کرد و رفت. صدای هلهله و چکچک هزار به خاطر تشویق پهلوان برنده از چهار طرف میدان بلند بود. مردم با کنایه می گفتند: خلیفه اش چی بود که شاگردش باشد؟ سالها از این ماجرا گذشت، اما دیگر کسی سر و درکی از خلیفه بازو نیافت. شاید هم خلیفه بازو با عالمی از آرزوهایش به دور دست رفت و دیگر هرگز خط و خبری از او نشد. این بود داستان امروز ما درباره ماجرای خلیفه بازو که امیدوارم مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. باز هم در آخر برای شما عزیزان میگویم برای حمایت از ما چینل زیبایی نوای هزارستان را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان هم شریک بسازید. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان.